سلام، اینجا مدرسه عصر جدیده و من سعید فتحی روشن میخوام راجع به یک موضوعی با شما صحبت بکنم که هم به درد شعبده‌بازهای حرفه‌ای میخوره، هم به درد شعبده‌بازهای آماتور و هم به درد کسایی که تو کل زندگیشون نه سمت شعبده رفتن و نه از شعبده خوششون میاد. در این مجموعه از ویدیوها میخوایم راجع به خطاهای مغز صحبت بکنیم، خطاهای شناختی، خطاهایی که گاهی به ما کمک میکنه و گاهی به ما آسیب میزنه. ذهن ما تکامل پیدا کرده در طول هزاران سال که از دست حیوانات وحشی فرار بکنیم، توی غارها زندگی بکنیم، آتش رو حفظ بکنیم و برای بقای خودمون تلاش بکنیم. اما توی 100 سال اخیر انقدر علم و تکنولوژی به سرعت پیشرفت کرده که ذهن ما از تکامل جا مونده. اما خبر بد اینه که پیشرفت تکنولوژی منتظر تکامل ما نمیمونه. همین عقب موندن از تکنولوژی باعث شده که ذهن ما یک جاهایی به ما آسیب بزنه. چطور؟ ذهن ما انرژی زیادی مصرف میکنه برای اینکه بتونه کار بکنه، اما برای اینکه غذای ما انرژی مورد نیاز مغز رو تامین نمیکنه، ذهن توی بعضی از موارد میونبرهایی رو استفاده میکنه که با صرف انرژی کمتر به نتیجه برسه، مثل راننده های تاکسی که مسیرهایی رو پیدا میکنن که توی ترافیک نمیمونن و از کوچه پس کوچه به مقصد میرسن. مثلا تصور بکنید که برای نفس کشیدن، برای پلک زدن و برای راه رفتن مجبور بودیم فکر بکنیم. ببینید چه انرژی عجیبی برای مغز مصرف میشد و ما قادر به تأمینش نبودیم. اما همین میونبرها ما رو گهگاهی دچار مشکل میکنه. یکی از اون میونبرهایی که ذهن ما استفاده میکنه که انرژی کمتری مصرف بکنه اینه که فضای کلی رو در نظر میگیره و شما لازم ندارید که تمام اشیای محیطتون رو تحلیل بکنید و یک برداشت کلی از کل چیزی که میبینید دارید. این موضوع امروز ماست. همونطوری که گفتم ذهن ما در طول هزاران سال تکامل پیدا کرده که چطور از دست حیوانات وحشی فرار بکنیم. وقتی یه حیوان درنده‌ای رو میدیدیم با فریاد زدن، با عقب رفتن و با بالا بردن دست سعی میکردیم که یا اون رو بترسونیم یا ازش فرار کنیم. مبارزه و فرار دو تا راه حل بوده برای ذهن ما. اما در 100 سال اخیر که تکنولوژی به سرعت پیشرفت کرد، ذهن ما از تکامل جا موند و این شده که ما هنوز وقتی که یک صدای ترسناک میشنویم و یا یه فیلم ترسناک توی تلویزیون میبینیم میترسیم و ذهن ما نمیتونه تشخیص بده که این یک تصویر در قاب تلویزیون هست. اون ترجیح میده به جای اینکه ما رو یک آدم تحلیلگر جلوه بده، کمک کنه به ما که زنده بمونیم. و یا وقتی در یک اتوبان پهن چند بانده میخواییم عرض اتوبان رو رد بکنیم، اگر یک ماشین به سمت ما بیاد و دستش رو روی بوق بذاره، عکس العمل ما جیغ زدن یا عقب پریدنه که هیچ کاربردی توی اون اتوبان نداره، برای اینکه ممکنه که از لاین عقبی یک ماشین به سرعت به ما بزنه. اما برای انسان قارنشین بهترین راه بود که یا اون حیوان رو بترسونه یا ازش فرار بکنه. این شده که گاهی ذهن ما برامون دردسرساز میشه. وقتشه با هم دیگه یه ویدیو نگاه کنیم. در تصویر آبی رنگ شما دایره‌های رنگی رو می‌بینید که علاوه بر اینکه دور خودشون می‌چرخن، حول مرکز یک دایره بزرگتر هم در حال گردش هستن. درسته؟ اگر گفتید درسته، با ما باشید تا پرده از راز دایره‌های رنگی برداریم. دایره‌های رنگی یادتونه که دور هم و حول مرکز دایره می‌چرخیدن. می‌خوایم برگردیم یه سری به اون دایره‌ها بزنیم. بازی که آرتور شاپیر و الکس روسنیک طراحی کردن از دانشگاه یونایتد استیت. یک بار دیگه به این دایره ها خوب نگاه کنید. همه اونا دارن با هم میچرخن. حالا ازتون یه خواهشی دارم. میخوام فقط به دایره زرد نگاه کنید. بالا پایین میره فقط؟ دایره آبی چطور؟ اگر دونه دونه به هر کدوم از این دایره ها نگاه کنیم، میبینیم که فقط روی خط مستقیم دارن حرکت میکنن. و اگر که زیر اونها خط کشی برای شما انجام بدیم، دیگه مطمئن میشید که چشم شما و ذهن شما شما رو گول زده. دیدید چطوری چشم و ذهن ما ما رو گول میزنه؟ میونبرهایی که یه جایی به درد ما میخوره و یک جایی به ما آسیب میزنه. با ما همراه باشید تا میونبرهای دیگه ذهنتون رو هم بهتون معرفی کنم و بهتون بگم که چطور میتونید از شر آسیب‌هاش خلاص بشید. برای شما هم پیش اومده که توی یه محله غریب دنبال فروشگاه بگردید و یه فروشگاه شیک که درجه یک نظر شما رو جلب بکنه و وقتی ازش خرید میکنید ببینید کیفیت اجناسش خیلی هم تعریفی نداشته؟ شما هم گول خوردید؟ ذهنتون گولتون زده مثل همون دایره ها که فضای کلی رو دیدید و بعد تصمیم گرفتید؟ اگر همچین تجربه هایی دارید، همین پایین برای ما توی قسمت نظرات تجربیاتتون رو بنویسید. سعید تو یعنی همه اینا رو از قبل ذهن خونی کردی؟ توی این پاکت نوشتم؟
پیش بینی کردی تو اون کاغذیه که الان به گردن دوست عزیزمونه و هر چیزی رو که داورا انتخاب میکنن در نهایت اون خواهد شد. بله. میگه میشه. بله. هر چیزی که خواستید انتخاب کردید. داورها تایید کردن و شما هم نوشتید. درسته؟ پاکت رو به من لطف کنید و خودتون هم تشریف ببرید. همین پاکتی که گردنتون است. نه خود پاکت رو فقط. سعید جا بازی کجا برگزار شده؟ تو نوشهر بوده یا بوئنوس آیرس؟ بازی نمیدونم، مهم نیست که چی. پاکت رو به من لطف کنید. نه همینجوری چسب زده که ببرم داورا بعد بازش بکنن. بفرمایید شما. ممنون. مرسی ممنون. خیلی لطف کردین. از خط میخی هم بسیار سپاسگزارم. و اما پیشبینی من که میخوام به آقای حیایی ازشون خواهش کنم که پیشبینی رو پیشبینی که لطفاً باز کنید ببینید و پاکت هم اینجا باشه و من اینجا با گچ سر دو اول فصل تیک اینها رو میخوام بزنم دونه دونه با همدیگه بریم جلو دوربین ها هم ببینن. نام تیم شموشک نوشهر. واقعا؟ تعداد گل 5 تا. علکی بابا. تعداد خطا 0. تعداد تعویض 3 تا. ممنون که من اعتماد کردید. نام تیم دوم تیم ملی آرژانتین. تیم ملی آرژانتین تعداد گل 4 تا اینجا زده. 4 تا؟ اینجا شما فرمودید 5 تا؟ شما گفتید 5. تعداد خطا 12 درست. 12. تعداد تعویض 7 درست. ها. من فقط به خاطر اینکه شما به من اعتماد کردید و حتی با یک اختلاف برای من دست زدید و من رو تشویق کردید اجازه بدید که ماجرای این اختلاف رو به شما بگم. آها یه دونه رو سعید اشتباه گفتی یعنی؟ دو تا 5 تا گل اعلام شده بود خب که من 4 تا پیش بینی کردم. آها و دلیلش اینه که یک گل شما آفساید اعلام شد. آفرین. شموشک برد. راست میگه شموشک برد آرژانتینو. شگفت انگیزه به نظرم، جذاب و شگفت انگیز و من رأی مثبت. گاهی اوقات مرز بین خیال، رویا و واقعیت رو نمیشه تشخیص داد. براتون پیش اومده به یک آدمی که خیلی وقت ازش خبر ندارید فکر کنید و اون آدم رو تصادفی ببینید یا باهاتون تماس بگیره یا اینکه احساس کنید که یه نفر به شما خیره شده و وقتی برمیگردید ببینید یه نفر داره نگاهتون میکنه. به این میگن ارتباط ذهنی. توی ارتباط ذهنی انتقال اطلاعات از یک ذهن به ذهن دیگه هم امکان پذیره. بذارید براتون یه مثال بزنم. من میدونم این هوله رو چند خریدم اما هیچ کدوم از شما نمیدونید. خانم نونهالی میتونم ازتون خواهش کنم که بفرمایید من این هوله رو چند خریدم؟ من قبل از اینکه بگم خندم گرفت. 860 تومن. 860 هزار تومن؟ 860 هزار تومن. قیمت پیشنهادی شماست 860 هزار تومان. آقا نمیره تو جیبت. جیبش خرابه. ببخشید دیگه پشت صحنه آب قطع بود سعید اینجوری اومد. قیمت هوله رو من نکندم و پشت
کلاشه. آره پشت کلاه. بیا آریا بکنه. درست گفت. دست بزنی یعنی چی؟ همون بار اول بعد میکوبیدیم رو قرمز. آخه بذار بیای تو آخه. واقعا ارتباط ذهنی بین من و داورها برقرار شد. ببخشید من توضیح بدم برای دوستانی که از نظر نگرانن. اینه که حوله تنش هست ولی زیرش لباسه ها، یعنی این چند دقیقه رو من خواهش می‌کنم تحمل کنین. در واقع بازی سعیده، یه وقت فکر نکنیم ما یکی رو به حوله میاریم. حالا کی گفتم آب قطعه و اینا کامله، پوشش کامل. همه چی تحت کنترل.